غیب الا الله ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قال انی جاعلك للناس اماما لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، خدمت همه شما عرض ادب و سلام دارم با برنامه آیات روشنگر و موضوع آفرینش انسان ها و آفرینش شیعه آیا فرقی هست بر اساس روایاتی که در کتاب‌های معتبر شیعه آمده است؟ آیا خلقت شیعیان همانند خلقت سایر انسان هاست؟ آیا از همان گلی آفریده شدند که حضرت آدم علیه السلام از آن آفریده شده، یا اینکه خیر گلی دیگری است و حکایت دیگری است؟ اینها را انشالله ما در برنامه ادامه برنامه امروزمون، چون یک دو هفته قبل هم این مورد صحبت کردیم. خداوند در قرآن فرمودن که وقتی بحث آفرینش میشه، میفرمان که وبدا خلق الانسان من طین، آفرینش انسان را از گل قرار داد. پس انسان از خاک آفریده شده و این خاک به گل تبدیل شده، مراحل را طی کرده و بعد در این جسد روح دمیده شده و از این یک نفس از آدم علیه السلام و سپس از همین خصوصیات و ویژگی هایی که آدم داشته حوا آفریده شده، از این دو فرزندان زیادی نسل اونها به وجود آمده. پس خداوند فرمودن که آفرینش انسان، جنس انسان از چی بوده؟ همچنین می‌فرمایند که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، انسان را از سلسله ای مراحلی از گل آفریدیم، از گلی که خشک شده، از گلی که بعد متعفن شده و این گل به شکل یک مجسمه در آمده و بعد در اون روح دمیده شده. پس انسان می‌فرمایند که خب منظور از اصل انسان هاست و عناصری که در خاک هست در هر انسانی وجود داره. اما همطور که گفتیم، شیعه اعتقاد دیگری دارد در مورد آفرینش شیعیان. تا جایی که نعمت الله الجزائری در مورد این روایت هایی که اومده، روایاتی که در حقیقت خلاف قرآن هست، در این روایات اومده که شیعه از گل دیگر آفریده شده، از خاک دیگر آفریده شده. قرآن میگه که همه انسان ها آفرینشون یکی هست، اما این اختیار و اراده‌ای که انسان داره، خودش راهش انتخاب میکنه که راه خوب انتخاب کنه، راه بد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نعمت الله الجزاری متوفای 1112 میگه که ان اصحابنا قد رووا هذه الاخبار بالاسانید المتكاثره في الاصول وغيرها. میگه که علمای ما این اخبارو با سندهای زیاد در کتابهایی که اصل هستند و در غیر از این کتاب ها روایت کردند. چون گروه بسیار اندکی از شیعیان
عقیده آفرینش شیعه از دل و خاک دیگر رو منکر شدند. حالا یا واقعا منکر شدند یا طبق روال سابق دست به تقیه زدند، یا اینکه خود علمای مذهب میگن که اینها تقیه کردند. نعمت الله الجزایری در رد بر اینها میگه که مسئله آفرینش شیعیان از گل و خاک دیگری با سندهای زیادی در کتابهای اساسی شیعه روایت شده و مجالی برای انکار کردن نیست و نمیشه حکم کرد که اینها اخبار آحاد هست، اخبار فردی است، یه نفر روایت کرده. میگه نه، اینقدر افراد اینو نقل کردن که به درجه رسیده که حتی به درجه متواتر رسیده. متواتر هم به حدیثی گفته میشه که تعداد زیادی اونو نقل کرده باشن که دیگه نمیشه انسان اونو انکار کند. خب گفتیم که در کلینی در کتاب خودش اصول کافی 7 روایت آورده، 7 روایت رو نقل کرده در مورد با این باب هم داره، باب و طینت المؤمن والکافر، باب و طینت المؤمن والکافر. اگر صفحه لپتاپ رو بدید اتاق فرمان. خیلی خوب، اشکال فنی هست، اشکال نداره. پس میگه که آفرینش گل مؤمن و کافر، در اینجا 7 حدیث رو نقل میکنه و گفتیم که اصول کافی از نظر شیعه کتاب بسیار معتبری است و تمام روایات این کتاب صحیح است. تمام روایات این کتاب و دیگر کتابهای معتبر شیعه از نظر علمای معتبر شیعه همش اعتبار داره. و گفتیم که مجلسی در مرقات الاصولش میگه که اون چیزی که نظر من هست، البته اخباریون که میگن تمام این چیزهایی که در این کتاب اومده کاملا 100% صحیح هست، بعد آقای مجلسی میگه که به نظر من هم همین گونه هست، اون چیزی که در این کتاب ها اومده همه دارای حجیت و اعتبار هست، همه اینها، فقط ما اومدیم این احادیث رو طبقه بندی کردیم، گفتیم این حدیث مثلا صحیح هست، این حسن هست، این ضعیف هست، این مجهول هست. برای چی؟ برای اینکه اگه زمانی تعارضی بین این احادیث پیش اومد بتونیم حدیثی که مثلا گفتیم صحیح هست بر حدیثی که گفتیم مجهول هست مقدم بداریم، وگرنه همه اینها احادیثی هست که درست هست و میشه به اون احتجاج کرد، دلیل قرار داد، مستند قرار داد. پس چیزی در کتاب اصول کافی یا در تهذیب استبصار من لم یحضره الفقیه و سایر کتب معتبر شیعه احادیث ضعیف وجود نداره. خب برای این مسئله‌ای که مطرح کردیم که کلینی در اصول کافی باب طینت المؤمن والکافر 7 حدیث رو در این باره نقل کرده. بله، مجلسی در بهار الانوار میاد 67 حدیث رو روایت میکنه، 67 حدیث. خب بدین خاطر هست که نعمت الله الجزائری میگه به درجه تواتر رسیده. 67 حدیث در باب طینت باب الطین و المیثاق نقل کرده، 67 حدیث که واقعا دیگه همطور که گفتیم نعمت الله الجزاری میگه که به درجه تواتر رسیده. مجالی نیست کسی بخواد انکار کنه یا بگه که احاد هست. معمولا حتی در سایت ها وقتی میریم در سایت سوال پاسخ به سوالات مرکز ملی پاسخگویی به سوالات مذهبی مثلا میارن میگن که این حدیث آحاد هست، یا حتی سایت آیت الله سیستانی وقتی میاد میگه که نه اینا احادیث آحاد هست، در حالی که
دیدیم 67 حدیث نقل کرده، 7ش که در اصول کافی بود. نعمت الله الجزاری هم گفت که اینا دیگه از درجه احاد رد شده، به درجه متواتر رسیده. بله، خب ابن بابوی هم گفتیم که کتاب خودش علل الشراره را ختم المسکش با حدیث طینت قرار داده. خلاصه این عقیده قبلا گفتیم که خداوند شیعیان را از گل خاصی آفریده و یک معجون خاصی است، یعنی آفرینش شیعیان با یک معجون خاصی بوده و این معجون در حقیقت مانده از گل خالصی بوده که از اون جسد ائمه، حالا در روایات دیگه ممکن جسد انبیا هم از اون آفریده شده، باقی مانده اون فرع اون دست دوم اون جسد شیعیان از اون آفریده شده، یعنی یک گل خالص و پاک درجه یک. در مقابل یک گلی داریم، گل سیاه گندیده است که اهل سنت از اون آفریده شده اند. بعد با یک فرمول خاصی خداوند میاد این دوتا گل رو با هم مخلوط میکنه و ظاهرا این گونه بوده که وقتی مخلوط میشه گلی که در سهمیه خاک شیعیان بوده، اون گل سنی ها خیلی زیادتر شده و تأثیر بدی بر روی شیعیان گذاشته، و در مقابل هم وقتی که اون گل سنی ها بوده گل شیعیان بیشتر شده و تأثیر خوبی بر روی سنیان گذاشته. این بر اساس روایت من دارم میگم، بر اساس این روایاتی است که نقل شده دارم خلاصه شو میگم و بعد روایت خواهیم دید. قبل از این که وارد این روایت بشیم، سخنرانی یکی را خواهیم شنید. در اینجا میگه که هر گناهی که شیعه مرتکب بشه به خاطر اینه که به خاطر گل سنی هاست، و هر کاری هم که سنی ها از خوبی ها از طاعات عبادات مرتکب بشن به خاطر اینه که از گل شیعه بوده. اما اینجا این میمونه که این گل شیعه که در رفته تو گل سنی ها چرا دیگه رو اونها تأثیر نگذاشته که ایمان بیاورند به امامت، یا این همه گل سنی ها که رفته توی گل شیعه ها چرا بر اونها تأثیر نگذاشته که دیگه بیان همون فکر سنی ها را بگیرن. این علامت تعجب، چیزایی که چون خلاف عقل هست عقل قبول نمی کنه، ناچارن در این مورد هم حدیث روایت کنن، میگن که این حدیث آل محمد صعب مستصعب، میگن که احادیث آل محمد سخت هست قبولش و فهمش و قبول کردنش، اصلا خیلی سخت هست، نمیشه، یعنی میگه عقل قبول نمیکنه، انسان ها هم قبول نمیکنند. بعد میگه اگه کسی قبول کرد عقلش رو کنار گذاشت بیشتر این احادیث بهش بدید، اما اگه کسی اومد گفت که چرا این گونه است، میخواد از عقلش استفاده کنه، دیگه از احادیث آل محمد بهشون نگید، در حالی که خداوند میفرمان که ما قرآن اولا برای فهمیدن و درک مردم تعقل نازل کردیم، و ثانیاً وظیفه رسول الله تبیان هست، بیان کردن است، لتبین للناس ما نزل الیهم، نه اینکه دیگه سخت‌ترش کنه. کسی بیاد یک کتابی میخواد اون شرحش بده، خودش بیاد با کلمات استفاده کنه که سخت‌ترش کنه که اصلا قابل فهم نشه. این سخن، این کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم به استودیو. امام صاحب فرمود شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، ما زیادی گل اهل بیت شیعه ها شدن، از زیادی گل اهل بیت امام صادق فرمود که از زیادی گل ما شما شیعه ها محبین ما رو خدا خلق کرده. چرا میگن خوشگل؟ چون گل ما با گل امام صادق و اهل بیت یکیه، یعنی گل خوش، خوشگل یعنی گل خوش، یعنی زیباترین گل، پاکترین گل، به این میگن خوشگلی. خوشتیپی یه چیز دیگه است. این همون عقیده است که البته کلیپ های بسیار زیادی هست از باقی علمای شیعه در مورد این خاک. نگاه کنید، معتقدادم به این فکر عجیب هست که وقتی نگاه میکنیم
کسانی که میان پیش امام و مطرح میکنن این قضیه را که و سوال میکنن از نوع آفرینش شیعه، امام جواب میده. اینها میان پیش امام میگن که جامعه شیعه، هر کس معتقد به فکر امامت هست، غرق در انواع گناهان کبیره است، گناهانی که خداوند امتهای قبل را به خاطر این گناهان هلاک کرده، مثلا لواط، زنا، رباخاری، گناهان کبیره‌ای که هر کدامش خودش بسیار سنگین هست و سبب نزول عذاب بر امتهایی شده، در خرید و فروش کم و زیاد کردن، انتشار دزدی، دروغ، گفتیم لواط، انواع فاحشه، همه اینها در جامعه شیعه و در زمان امام منتشر بوده. اینجاست که برای هردرین روایت ها بعضی از خواص امام براشون دردآور بوده، میبینن که هر کس معتقد به فکر امامت هست هیچ گونه التزام دینی اخلاقی ندارن، بدترین مردمان هستند، غرق در انواع گناهان، فحشا، غرق در فحشا، در منکر هستند، بدترین مردمان هستند. اینجا ما این سوال پیش میاد که خب معمولا کسانی که در زمان امام هستند بایستی بهترین ها باشند، خب کسانی که امام اونها را میسازد، معتقدان به فکر امام هستند، بایستی بهترین ها باشند. به این مقایسه کنیم ببینیم که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان بهترین فرزندان آدم بعد از انبیا هستند. یک جامعه بسیار خوب، ما نمیگیم که جامعه 100% جامعه که پیامبر ساخته، جامعه 100% به دور از هیچ گونه اشکالات هست، این که امکان نداره، بشر هست، اما اون چیزی که بر جامعه غالب هست انسان‌های پاک هستند، ثلت من الاولین، یعنی اصلا بیشتر جامعه انسان‌های وارسته پاک مؤمن هستند. اما در مقابل می‌بینیم که اون کسانی که معتقد به فکر امامت هستند یک جامعه بسیار ناپاک است، جامعه‌ای که عین جامعه جاهلیت قریش، حتی بدتر. شما وقتی که به جامعه قریش نگاه می‌کنید در اون مکارم اخلاقی زیاد هست، قبل از اسلام به عهدشون وفا می کردن، اگه کسی ازشون تقاضا می کرد مال و جانشون هم می دادن، عهد و پیمانی می بستن، چقدر بران پایبند بودن. اما اینجا شاگرد امام میاد گله می کنه، اظهار ناراحتی می کنه، میگه که نگاه کن امام، اون کسانی که معتقد به فکر امامت هستن، موحد هستن، اما نگاه کنیم که زنا می کنه، لواط می کنه، دزدی می کنه، دروغ میگه، راهزنی میکنه، کاری نیست که نکنه. یعنی حتی اینها از جامعه جاهلیت قبل از اسلام هم بدتر شدن. یعنی این کسانی که ما اینجا میرسیم که واقعا اون کسانی که فکر امامت داشتن ارتباط با دین نداشتن و هدف آنها هم بدنام کردن اهل بیت بوده، به اسم اهل بیت خود را به حساب به عنوان محبان اهل بیت، پیروان اهل بیت معرفی میکردن، اما در عمل بدترین انسان ها بودن. خود لواط، همجنسگرایی، زنا، رباخاری، دزدی، دروغ، راهزنی، چیزی نیست که اینها انجام ندن، دارن به اسم اهل بیت انجام میدن. نتیجه چی میشه؟ خب مشخص هست که اینها چه برنامه داشتن. خب این عقیده در حقیقت اگه بخوایم نگاهی کنیم، در حقیقت برگرفته شده از عقیده یهود هست، زیرا گفتیم همیشه داریم میگیم که مؤسسان فکر امامت یهودی بودن، نه اهل بیت معتقد به امامت بودن و نه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، هیچ کس معتقد به این که امامی از طرف خدا منصوب شده باشه نبودن، اما این یهودیان بودن که این ادعا را کردن. حالا عقیده یهود که خود را یک جنس و نسل برتر می دونستن، این همینو آوردن در فکر شیعه. نکن قرآن مثلا در مورد یهود میگه که
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. میگن که ما هیچ گونه مسئولیتی در برابر امیین نداریم، هر کس غیر از یهود باشه ما هیچ مسئولیتی براشون نداریم، ما جنس برتر هستیم. خب در روایت هایی که در سفر در تورات اومده، بس بنوان مثلا در سفر تفنیه اومده که موسی و علمای لاویون به بنی اسرائیل این گونه گفتن که انصت واسمع یا اسرائیل الیوم صرت شعبا للرب الهك، گوش کن، ساکت شو و گوش کن ای فرزندان اسرائیل که امروز شما شعب الله المختار شدید، دیگه برگزیده خدا هستید. یا میگه که لأنك انت شعب مقدس للرب الهك، تو شعب مقدسی هستی، ملت مقدسی هستید. اياك قد اختار الرب الهك، فقط تو را خدا برگزیده، شما را فقط خدا برگزیده. برای چی؟ تا اینکه بهترین ملت ها از سایر از بین سایر ملت ها باشیم. پس یک عقیده ای است که در حقیقت هیچ ارتباطی با قرآن نداره و خلاف قرآن هست. قرآن همیشه دارست دائما اعلام میکنه که اصل خلقت انسان ها یکیست، هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد مگر با تقوا. این اکرمکم عند الله اتقاکم، که پرهیزگارترین شما، بهترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین هست. اما در این روایاتی که داریم میخونیم میگه که نه، بحث تقوا نیست، بحث بندگی برای خدا نیست، مهم اینه که تو کی باشی. مادام که شیعه هستی، حالا هر گناهی بخواهی انجام بده، بکش، دزدی کن، غارت کن، تهمت بزن، به خاطر سنگین بودن این نظریه، این فکر. حتی جناب آقای نعمت الله الجزائری در انوار النعمانیه جلد 1 صفحه 195 میاره، میگه که نبایستی عوام شیعه، عموم شیعه از این عقیده آگاه بشن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه من گناهان بزرگ انجام میدن. چرا؟ به خاطر اینکه میگه گناهش گردن دیگری میفته، هر گناهی انجام میدن. خب الان هم همین هست، همین فکر هست. خب پس متوجه شدیم که اگه بخوایم مقایسه کنیم جامعه اصحاب رسول الله با جامعه اصحاب این ائمه، ببینیم که زمین تا آسمان فرق هست. جامعه اصحاب رسول الله یک جامعه بسیار پاک هست که خداوند هم اصلا خود اصحاب پیامبر رو مورد مدح و ستایش قرار داده، اوصاف اونها در تورات و انجیل اومده. و دیدیم که هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاران خودشون رو بد نگفتن، لعنت نفرستادن. اما میبینیم که این اصحاب ائمه هستن غرق در انواع گناهان کبیره هستن، یعنی به دور از هر گونه بندگی و طاعت هستن، غرق در گناه. جامعه‌ای که جامعه فساد هست، جامعه فحشا، جامعه منکر، جامعه دزدی، جامعه زنا، جامعه لواط، این جامعه است که به حساب از نظر این روایات امام ساخته. یعنی امام هیچ گونه به حساب تهذیب و تربیتی در مورد یاران خودش نداشته، هیچ کاری نداشته، کاری نمی کرده. امام فقط براش خمس جمع آوری می شده بر اساس روایات شیعه، در حالی که ما می دونیم که زین العابدین بعد حضرت باقر، حضرت جعفر، اینها از بزرگان علم بودن. خب سه نفر قبل، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین که از اصحاب هستند، از بزرگان دین هستند، و این سه نفر بعد هم اینها بله واقعا از نظر علمی در جامعه مقام و منزلت بزرگی دارن، اما بعد از اونها دیگه اون مقام و منزلتی نیست. حتی خود شیعه هم معترف است به این که دیگه بعد از حضرت جعفر کسی نیست که از نظر علمی در مقام و منزلتی باشه. این خاطر میگه شیعه، میگه شیعه جعفری، میگه فقه ما فقه جعفر هست. خب تو مادام که امام هفتم هست، هشتم هست، نهم هست، ده هست، یازده، دوازده، چرا تو باید فقه تو از جعفر بگی؟ اینها فقه ندارن. خب
در این روایات این گونه اومده که ما ناچار متاسفانه وارد این روایات رو بخونیم، به خاطر اینکه دو هفته انقطاع شده بود. به عنوان مثال ابن بابویه به سند خودش میاره، میگه که از ابو اسحاق لیثی میگه که به ابو جعفر محمد ابن علی باقر گفتم که ای پسر رسول الله، من رو از مؤمن مستبصر، مؤمن مستبصر هم شیعه است، یعنی کسی که بصیرت داره، یعنی عجیب هست، یعنی انسان خیلی تعجب میکنه از بازی کردن اینها با کلمات. اذا بلغ فی المعرفه و کمل، زمانی که در شناخت و معرفت به درجه کمال برسد، هل یزنی؟ امام گفت که نه. گفتم آیا شراب میخوره؟ میگه گفتن نه. گفتم که گناهی از گناهان کبیره یا فاحشه ای از فواحش انجام میده؟ میگه گفتن نه. میگه گفتم که ای پسر رسول الله، اما من در مقابل میبینم کسانی که از شیعیان شما هستند شراب مینوشد، راهزنی میکنه، مردم میترسونه، زنا میکند، لواط میکند، ربا میخورد، مرتکب فواحش میشه، نماز نمیخونه، روز نمیگیره، زکات نمیده، صله رحم رحمشو قطع میکنه و کبار. آقا شما کبایر دیگه چیزی مونده بود؟ بفرمایید اگه چیز دیگه هست تا ما یادداشت کنیم. یعنی تمام اون کارهای زشت و کبایری که اگه در جامعه بشری باشه الان داره میگه، میگه که این کسانی که حالا میگه که مؤمن مستبصر عجیب است، میگه که مؤمن هست مستبصر هم هست. اگه میشه رسول الله فرمود کسی که اگه مؤمن زنا نمی کنه، وقتی که زنا میکنه ایمانی نیست، ولی این طرف داره تمام این کارا رو انجام میده و مستبصر هم هست، داره بصیرت هم هست. بعد که امام بهش میگه که چیز دیگه هم هست غیر از این که گفتی، گفت که گفتم بله یا ابن رسول الله، اون چیزی که هست از این سنگین تر هست. صفحه لپتاپ اگه لطف کنید، میگه که امام گفتن که اون چیه ای ابو اسحاق؟ میگه گفتم که ای پسر رسول الله، اما در مقابل دشمنان شما و ناسبی ها کسانی هستن که نماز زیاد میخونند، روز زیاد میگیرند، زکاتشو میده، حج و عمره همیشه هستن، حریص هستن بر جهاد و کارهای نیک انجام میدن، صله رحم دارند. اینها میگه که این کارهایی که انجام میدن، حقوق برادرانش رو ادا میکنه، با مالش به کمک اونها میشتابه، از نوشیدن شراب و زنا و لواط و باقی فواحش دوری میکنه، این به چه خاطر هست؟ چرا سنی‌ها باید اینگونه باشن؟ شیعیان اینگونه باشن؟ میگه چرا باید اینگونه باشه؟ خب حالا این بحث بدرفتاری هایی که با هم دیگه دارن، حالا ببینیم امام چی جوابی میده بعد از این همه اعترافاتی که یاران امام دارن میبرند از بدزبانی و بدکرداری و بدعقیده. اما در مقابل فقط چون میگه که عقیده امامت داره، فقط تنها مزیتش اینه که معتقد به امامت هست، اما دیگه هیچ گناهی، هیچ زشتی، هیچ منکری نیست مگر اینکه انجام بده. حالا حضرت جعفر میگه، ابو جعفر جوابش چیه؟ ببین جواب نگاه کنید. امام به ابو اسحاق قمی اینگونه میگه، یا اسحاق که راوی خبر هست، صفحه لپتاپ، بله، لیس تدرون من این اوتیتو، نمیدونید که علتش چیه؟ گفتم که سوگند به خدا نه، فدات بشم، شما به من بگید. گفتن که ای اسحاق، زمانی که خداوند تنها بود و هیچ مخلوق دیگری نبود، اشیا را از هیچ آفرید، لا من شیء، اشیا را از هیچ آفرید. بعد میگه که آب را، آب شیرین را بر زمین پاک و طاهری 7 شبانه روز رها کردن، بعد صبر کردن که این آب خشک بشه، آب از روی این گل برداشته بشه، بعد یک قبضه ای از بهترین این گل گرفتن،
خالصش، که این گل ما اهل بیت هست. بعد یک قبضه از زیر این قبضه که گرفته شدن گرفتن که این خاک شیعیان ماست. بعد ثم اصطفانا لنفسی، بعد ما را برای خودش انتخاب کرد. میفرمان که و اگر خاک شیعیان ترکت کما ترکت دینتنا، همون گونه که خاک ما رها شد یعنی خالص موند، هیچگاه کسی از شما زنا نمی کرد، دزدی نمی کرد، لواط نمی کرد، مشروب نمی خورد و این محرماتی هم که ذکر کردی مرتکب نمی شدن. اما میگه چی؟ پس الان دقت کردید که میگه هفت شبانه روز آب شیرین بر روی یک زمین خیلی خوب و پاکی رها میشه، بعد آب که خشک میشه، گلی که به دست میاد اون طبقه بالاییش برداشته میشه و ائمه از این گل خالص اولی درجه یک ساخته میشه، شیعه از گل درجه دو از همین گل از طبقه پایین تر ساخته میشه. پس این یک گل خاص هست. حالا آدم علیه السلام از کدام گل هست؟ ببینیم آیا از گل ائمه هست یا از گل شیعیان هست؟ حالا بیم روایت بعدی می بعد دنبالش میگه ولکن الله عز و جل، اما خداوند آب شوری را بر زمین ملعونی روان داشتند هفت شبانه روز، بعد آبو بند کردن، آب که خشک شد از بین رفت، گلی که موند یک قبضی از اون گرفته شد. این طینتون ملعونتون من حمع مسنون، و این گل ملعونی است که از حمع مسنون، حمع به معنای گل سیاهی که تغییر کرده، مسنون هم به معنای گندیده هست. و هی طینت خبال، خبال هم به معنای فساد و نقصان هست. خب خداوند در مورد خلقت آدم علیه السلام خلقنا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من ماء مهین، یا قبلش میگه که من سلاله یا من حمأ مسنون، از حمأ مسنون انسان آدم علیه السلام از این حمأ مسنون آفریده شده. اما در این روایت داره میگه که نه، این سنی ها هستند که از این گل سیاه گندیده آفریده شدن، شیعیان از یک گل دیگه آفریده شدن. خب تا اینجا، خب این شیعه پس خلقتش غیر هست، سنی غیر هست، پس چرا الان شیعه اینقدر بدکار هستن، زناکار، لواط، همجنسگرا هستن، دزد هستن، رباخور هستن، راهزنی میکنند، بدزبان هستند، فحاشی میکنند، برای چی؟ خب اینا که گلشون چیزی دیگری بود، گل مانده از اهل بیت هست. اما سنی ها که اینقدر نماز میخونند، اهل دزدی نیستند، اهل فساد نیستند، اهل زنا، اهل لواط، اهل شراب نیستند، چرا گلشون، خلقتشون چیزی دیگری بوده؟ خب بعد حالا دنبالش میگه این گلی که الان درست شده، همه این مسنون که آدم هم علیه السلام آفریدش، میگه که این گل دشمنان ماست. حالا اینجا رو دقت کنید، این فرمول خاصی که خداوند به کار میبره، یه معجونی درست میکنه و در این معجون ظاهرا شیعیان در این دنیا ضرر میکنن، در آخرت نفع میبرن، چیکار شده؟ میگه فلو ان الله عز وجل ترک طینتهم کما اخذها لم تروهم فی خلق الادمیین. میگه اگه خداوند، دقت کنید چقدر اینها نجات پرستی است و اهانت به نوع بشر، میگه اگر خداوند، اگر این گل اونها را همون گونه که برداشت کرده بود همون گونه رها کرده بود، شما سنی ها را در شکل آدم نمی‌دیدید. لم تروهم فی خلق الادمیین، خلق نیستا، فی خلق، چون دنبال بعدش میاد، در خلق، در خلقت انسان ها نمی‌دیدید شما.
یعنی شکل حیوان‌های وحشی خطرناکی بودن. این دید حالا ما میگیم 100% یقین داریم که هیچ وقت حضرت ابو جعفر رحمت الله علیه این حرف رو نمیزنه، اما سازندگان این روایت ها یقین داریم که اصلا مسلمان نبودند، کاری به دین نداشتن و کاری به اهل بیت هم نداشتن. پس میگه اگر همون گلی که خداوند برداشته بود و از همون حمای مسنونی که خدا فرموده من آدم را از این حمای مسنون، از این گلی که گذاشته شده رنگ سیاه شده، بعد خب دیدید که دیگه وقتی گل میمونه رنگ سیاه میشه، بعد یکی متعفن هم میشه. میگه این گل اگه به از همون این صورت که هست بود سنی ها آفریده می شدن، شما اونها رو در شکل بنی آدم نمی دیدید. این همین یهود هم همینو میگه که میگه باقی خدا اونها را به خاطر اینکه در خدمت ما باشند آفریده. بعد میگه که اولا در خلقت انسان ها نمی دیدید، در شکل قیافه انسان ها نمی دیدید. یک دو ولم یقر رو به شهادتین، اقرار به شهادتین نمی دادن. پس کو شهادت سومت؟ اشهد ان علی ولی الله، که جزو ارکان دین شماست دیگه، چون اگه کسی معتقد به امامت نباشه که مؤمن نیست. خب اقرار میگه به شهادت نمی کردن، این دوتا. سه، نه نماز می خوندند و نه زکات می دادن، حج نمی کردن. صفحه لپتاپ اگه بیدید، ولم ترو احدا منهم به حسن خلق، دقت کنید، میگه که هیچ کدام از اونها را انسان های خوش اخلاقی نمی دیدید. اونجا میگه در خلقت انسان ها نمیدید، بنجا خوش اخلاق هم نمیدیدید. اما علتش چیه؟ حالا بدقت کنید، لکن الله تبارک و تعالی جمع الطینتین، طینتکم و طینتهم، این دوتا گل را با هم جمع کرد، گل شما و گل سنی ها. فخلقهما و عرکهما عرک الادیم، همونطور که شما خورش رو درست میکنید نون توش میدید، میگه همینطور خدا مخلوطش کرد. این دو گلو، گل شما، گل پاک شما شیعیان و گل ناپاک سنی ها. خب چی شد؟ چی در اومد؟ میگه که و مزجه هما بالماء، با این دو آب هم مخلوطش کرد، اون آب شیرین و آب شور. فما رأیت من اخیک من شر لفظن، اگه از برادر مؤمن مستبصرت یعنی شیعه از بدزبانی میبینی یا زنا میبینی یا اون چیزهایی که یاد کردی از مشروب خاری و غیره، از منکرات، از لواط و چیزهای دیگه، لیس من جوهریته و لیس من ایمانه، این به خاطر جوهرش نیست، از اصلش نیست و از ایمانش هم نیست. انما بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت، این به خاطر همین گل سنی هاست که این مسحی که اومده، یک کمی از این گل سنی ها که اومده و شما را خراب کرده، شما را فاسد کرده، شما را منحرف کرده، شما را زناکار و مشروب خار و همجنسگرا کرده. خب این همجنسگرایی که در عجیب است که چرا، خب بعد اگه باشه که بعد در بین سنی ها بیشتر باشه که اصل هستن، چرا در میان شیعان بعد بیشتر باشه؟ بی نمازی، بی تقوایی، دروغ، زنا، همجنسگرایی، چرا در میان اینها بعد بیشتر باشه؟ یعنی نعوذ بالله، خدا این در اینجا این فرمول از دستش در رفت. یه بار این معجونی که درست شد در این دنیا به ضرر شد، یعنی حالا به ضرر شیعه شده دیگه، کلن هر چیز زشتی ها عمل قوم لوط انجام میدند، عمل زنا را انجام میدند، هر چیزی که باشه انجام دارن میدن، به خاطر اینکه میگه که یک شمه ای از این گل سنی ها روی اینها اومد، اینها را اینقدر منحرف کرد، چقدر آمادگی انحراف دارند. خب بعد میگه که وما رأیت من الناس من حسن وجه و حسن خلق، اگه ناسبی ببینی که زیبا چهره است، خوش اخلاق است، یا نماز روزه میگیره، نماز میخونه، حج بیت میکنه، صدقه میده، امر به معروف میکنه،
این از جوهر و اساسش نیست. میگه جوهر اساسش خیلی پست و بد هست. میگه این تنها این کارهایی که انجام میده از برکت شماست، از این گل شما بوده که به اونها رسیده و این کار رو انجام میدن. خب حالا این در دنیا، میگه برام جالبه دیگه. الان هر بدی که شیعه انجام میده میگه دست خودش نیست. شما از این چی میفهمید بینندگان عزیز؟ هر بدی که شیعه انجام میده، کشت و کشتار میکنه، میکشد، دروغ میگوید، تهمت میزند، زنا میکند، همجنسگرا باشد، دزدی کند، اختلاس های میلیاردی کند، مملکت را به تباهی بکشوند، کاری کند که دیگه زنهای یه مملکت بیان تن فروشی کنند، این مردانشون بیان کلیه خودشونو، چشم خودشونو بفروشند. خب کی باید جواب بده؟ در مقابل اگه غیر شیعه، غیر رافضی، سنی های اهل نماز و تقوا باشند، به نظر شما آیا در این جبر نیست و ناعدالتی و ظلم نیست؟ خب جبر در اینه که خب میگه شیعه هر کار انجام میگه تقصیر من چیه؟ خدای خودت منو تو این راه انداختی، چرا گل منو با گل سنی ها مخلوط کردی که من بشم گناهکار، هر گناهی کنم؟ درش اجبار هست دیگه، خیلی راحت هست. این از یک طرف. از طرف دیگه ظلم هست به یک مردمانی دیگه، مردمانی که کار خیر انجام دادن، بعد میگن که اینم به خاطر اونهاست و بازی که در اون معنا جبر هست، مجبور هست، مجبور هست داره کار خیر انجام میده. ولی خب من برام خیلی عجیب است، چرا بایستی تمام، میگه که کلی کسانی که معتقد به امامت هستن بدکار هستن، انسان های زناکار، همجنسگرا هستن، رباخور هستن، دروغگو هستن، راهزن هستن، ولی در مقابل اونهایی که مخالف فکر امامت هستن بعد انسان ها خوب باشن؟ خیلی عجیب هست. چقدر گل سنی ها زیاد شده بر گل شیعه ها که شیعه رو کلا منحرف کرده، بدکار کرده، یا برعکس از گل شیعه ها زیاد برداشته شده، به سنی ها گلشون بیشتر داده شده، در خوب شدن. راوی میگه گفتم که جعلت فداک، قربونت برم، فاذا کان یوم القیامه فما، روز قیامت چی؟ صفحه لپتاپ اگلتون، قال لی یا اسحاق، راوی حدیث از دیگه، ایجمع الله الخیر و الشر فی موضع واحد، آیا خدا خیر و شر رو در یک جا جمع میکنه؟ میگه که روز قیامت وقتی شد، خداوند اون شمه ایمانی که در سنی ها هست بر میداره، بر میگردونه به شیعه ها، و اون شمه ای که از گناهان هست و بدی ها هست در شیعیان بوده، بر میداره به سنی ها میده. هر چیز به عنصر اول خودش برمیگرده، یعنی سنی ها بعد میگردن به همون گل قبلی خودشون که همه مسنون بود، گل گندیده سیاه شده بعد، و شیعه هم برمیگردن به اون گل پاک. بعد میگه که دنبالش جالب هست، میگه فدات برم ای امام، تؤخذ حسنات اون فترد الینا، آیا حسنات اونها ازشون گرفته میشه به ما داده میشه؟ و تؤخذ سیئاتنا فترد عليهم، و گناهان ما برداشته میشه و به سنی ها داده میشه؟ امام فرمود ای والله الذي لا اله الا هو، بله سوگند به اون معبودی که غیر از اون نیست. سرتاسر دروغ، و هم دروغ نسبت دادن به امام و هم به الله سبحانه و تعالی. یه کسی که ایمانی نداره، این راویانی که سرتاس غرق در کفر و معاصی هستند، این روایت درست میکنند. اما خیلی عجیب است که کسانی دیگه بیان اینو نقل کنند. علت این است که هیچ ارتباطی با قرآن نداشتند. یعنی مؤلفین این کتاب ها اگه آقای مجلسی قرآن میخوند، یقین داشته باشید که هیچ وقت این فکر رو قبول نمیکرد.
اون کسی که علل الشرائع نوشته اگه قرآن رو میخوند، قرآن حتی بلد بود بخونه، هیچ وقت این روایت ها را قبول نمی کرد. و همچنین باقی علمای شیعه یا اینایی که دارن در این کلیپ هایی که پخش میشه رو منبرها میگن اگه قرآن میخوندند و ایمان به قرآن داشتند، هیچ وقت این روایت ها را که انسان های کافر ظلوم جهول درست کردن قبول نمی کردن. امکان نداره قبول کنن. میشه که من گناه کنم به دیگری داده بشه، دیگری خوبی کند خوبیش بردارن به من بدن، یا برعکس بشه؟ رو چه منطقی؟ مگه در منطق بشر هم وقتی باشیم بهش میگن ظلم؟ الان شما وقتی یه قاضی بیاد به ناحق حکم کنه، نگاه کنید چه فسادی در جامعه پیش میاد. ظلم چه فسادی در جامعه به وجود میاره. کسی کار کنه، زحمت بکشد، خوب باشد، متهم بشه به دزدی، به خیانت، به کشتن. دیگری که خائن هست، مختلص هست، اختلاس های میلیاردی داره، مقدس شمرده بشود. آیا این ظلم نیست؟ بشره، در منطق بشر. خداوند فرمود که ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند هیچی به مردم ظلم نمی کنه. در منطق خدا نیست که کسی کار خوبی انجام بده از این بگیرن بدن به فلانی بدون هیچ چیزی، بدون اینکه چون سنی هست و چون طرف شیعه هست هر گناهی کرده برش در نزدش بدن به سنی. پس اصلا عقیده شیعه یک عقیده جبر هست، عقیده نیست که مطابق قرآن باشه، عقیده نیست که اصلا عقل قبول کند، نه عقل قبول میکند و نه نقل. بدین خاطر واقعا شیخ الاسلام ابن تیمیه و بزرگان خیلی زیبا گفتن، میگن که شیعیان در استدلالاتشون در درشون نه عقل دارند، نه دلیل عقلی دارند و نه دلیل عقلی، هیچ کدامش عقل قبول نمی کنه و نه قرآن هست و نه سنت، هیچ کدام از اینها نیست. خب خودتون حکم کنید. کسی که غرق در گناه و معاصی باشه چگونه میتونه طینتش، خاکش، نژادش برتر باشه؟ غرق در گناه هست، غرق در معاصی است، خدا نمیشناسه، بنده خدا نمیشناسه، اختلاس میکنه، دزدی میکنه، میکشه، تهمت میزند، چگونه میشه که این خاکش و نژادش برتر باشه؟ این یک. ثانیاً خداوند تمام بندگان رو بر فطرت توحید آفریده، همه بندگان درش در این در فطرت انسان قرار داده که خداپرست باشن، موحد باشن. اما بعد خب دیگه در جامعه که واقع میشه منحرف میشه و هر انسانی آمادگی این داره که به طرف خیر بره. برای هر انسانی دروغ گفتن زشته، دروغ گفتن زشته، حرامخوری زشته، زنا زشت هست، مشروب خوری زشت هست، اختلاس زشت هست. ولی وقتی که فطرت انسان دیگه ناپاک میشه، اینجاست که دیگه انجام میده. قرآن چی میفرماین؟ میفرماین که فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. میگه که چهره خود را برای این دینی دینی که توحیدی است و از شرک به دور هست بر پایدار، به طرف این دین برو. پس بعد میفرمون که فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی توحید فطرتی است که خداوند انسان ها را بر اون آفریده. چگونه میشه که مثلا بگید یک سنی در اصل خلقتش بر کفر و بر گناه و بر شرک و بر بدی ها آفریده شده؟ قرآن داره میگه که فطرت الله التي فطر الناس عليها، این فطرت خداست. خدا این گونه انسان قرار داده که وجودش گونه است که اونو به طرف خدا میکشونه، فطرتش، عقلش،
قلبش، وجودش اونو به طرف خدا میکشونه. این فطرت انسان هست. پس فطرت انسان توحیدی است. اما این روایت ها میگه نه، یه فطرتی هست که بر اساس گناه و شرک و کفر هست، از خاک سیاه گندیده آفرش. اما یک کسی دیگه هست که خیلی پاک هست، اما این پاک خیلی ناپاک هست و این ناپاک هم خیلی پاک هست. خب سالتن گفتیم که بر اساس این روایت ها انسان ها دیگه اختیار و اراده ای ندارند، بلکه در انجام کار خیر یا کار بد مجبور هست. یک شیعه در انجام کار بد مجبور هست، یک سنی هم در انجام کار بد مجبور هست، چون طینتش اینگونه هست، اینگونه آفریده شده دیگه. یعنی میخواد بگه که سنی اینگونه آفریده شده، شیعه هم اینگونه آفریده شده، هیچ اختیاری نیست، هیچ اراده ای نیست، هیچ فرق انسان دیگه با حیوانات چی میشه؟ وقتی کسی معتقد به جبر باشه، میگه هیچ اراده و اختیاری نداره، فرق انسان با حیوان چی میشه؟ هیچ فرقی نیست دیگه. یه حیوان هر کاری انجام بده بر اساس یک سیستمی است، غریزه است، اون داره انجام میده. حالا بر اساس این روایت ها شیعه همین گونه است، سنی هم همین گونه است. چهارم مسئله اینه که اصلا این روایت ها با حکمت و عدل خدا تناقض داره، متناقض هست با حکمت و عدل خدا، متناقض هست با آیات قرآن که میگه هر انسانی مسئول کار خودش هست و هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمیکشه. قرآن میفرماد که ولا تزر وازره وزر اخرى، هیچ کس گناه دیگری را متحمل نمی شود. مگه قرآن نمی فرماید که یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه، همه از همدیگه فرار می کنند. علت چیه؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر که خودش در یک مشکلی هست که دیگه به فکر فرزندش نیست، به فکر پدر و مادرش نیست، به فکر همسرش نیست، به فکر برادر و خواهرش نیست، هر کس در فکر خودش هست، هیچ کس گناه دیگری قبول نمی کنه، حاضر نیست، چگونه میخواد گروهی گناهان یک امتی بردارن بزنن به رودوش یک امتی، حسنات یک امتی میلیاردی بردن بزنن یک امتی یه میلیونی، صد میلیونی مثلا حد اکثرش بشه. خیلی کسانی که روایت درست کردن خیلی با زیرکی این کار انجام دادن، دیدن که چقدر سنی ها هستن، شیعیان هم چقدر هستن. اونایی که هستن همه بدکار، زناکار، همجنسگرا، اما سنی ها در مقابل همه خوب. گفتن خب این روایت درست میکنیم، خیلی خوبه. میلیون ها سنی اون زمان، میلیون ها میلیون سنی کارهای خیر انجام میدن، دیدن به این چند گروهی، صد نفری که اون هزار نفر، دو هزار نفر، این صد هزار نفر شیعه، میدن به اینها چقدر اینها حسنات گیرشون میاد. ثانیاً حالا این شیعه چقدر گناه دارن؟ شما الان امت اسلامی یک میلیارد و مثلا ما میگیم 600 میلیون، 100 میلیون که بیشتر شیعه نیستن. خب حسنات سنی ها که بردارن بیشابیان که خیلی حسابشون زیاد میشه میزانشون، اما شیعان چقدر گناه دارن که بخوان تقسیم کشن به روی کل اهل سنت؟ یعنی یک میلیون و مثلا 600 میلیون باشه، بزن به یک میلیون و 500، یک میلیارد و 500 سنی هست، یک میلیون 100 میلیون شیعه، این 100 میلیون شیعه چقدر گناه کنن که تقسیم بشه روی اینها، اینا رو برن به جهنم؟ پس مگر اینکه ببینید که واقعا گناهانی که شیعه انجام میدن خیلی گناهان سنگینی است که اصلا گناهانی هستن که مستحق جهنم هستن، که یک گناهی گناه انجام بدن کافی است که یک دریای را گندیده کند، متعفن کند، که همه این دارن انجام میدن. یعنی گناهانی که الان این 100 میلیون دارن انجام میدن از گناهان کل خلق مثل که بیشتر شده دیگه، نه فقط سنی ها. حالا در اون روایات اصلا صحبت از مسیحی و یهودی نیست، چون اینها مشکلشون با یهودی مسیحی و بودایی و بت پرست و گاو پرست و فلان پرست نیست، براشون هیچ نیست، اونها با اونها با
خیلی مسالمت آمیز زندگی میکنن، اما مشکلشون با سنی هاست. شما در این روایت دارید نگاه میکنید دیگه، بحث ناسبی است دیگه، بحث یهودی نمیاره، بحث مسیحی نمیاره، بحث بودایا نمیاره، بت پرست نمیاره، بحث ملحد نمیاره. با اونها مشکلی ندارن، اما مشکلشون با اهل سنت است. قرآن میفرماد که کل امرئ بما کسب رهین، هر انسانی، هر فردی در گروه کاری است که انجام داده. آیه قرآن هست. لطف کنید صفحه لپتاپ رو ببینید تا این برادران، آیه قرآن هست، سوره طور آیه 21، هر انسانی در گروه کاری است که انجام داده. بما کسب رهین، یعنی در گروه کاری است که داره انجام میده. من در گروه کار خودم هستم، چرا بایستی کسی دیگر در گروه کار من باشه؟ من دارم. و قرآن میفرماید که هر کس هر کاری انجام بدهد خودش هست، برای خودش هست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، کار خیری کردم برای خود من هست، کار شری انجام دادم کم بار دیگه به خودم هست. این آیه را دقت کنید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره ای کار خیر انسان انجام بده خواهد دید، ذره ای، و اگر ذره ای کار شر هم انجام بده خواهد دید. پس هر کس جوابگوی کار خودش خواهد بود. وقت تموم میشه که تماس شروع شده، الان آخر وقت. خب یه تماس بیشتر نمیگیریم چون وقت تمومه. بفرمایید. سلام علیکم آقای حسینی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و عبدالله حال امین، در مورد آیه که کل نفس بما کسبت رهین، یا در عمل در گردن کسی هست، آیا چرا این آیه بر اصحاب بد شامل نمیشه؟ آیا انسان نبودن اینا؟ آیا فرشته بودن؟ آیا اینا آفرینش اینا از چیز دیگه بود؟ خب یعنی در اینجا اصحاب بدر اگه گناهی کردن گردن من و تو میگیره؟ نه خب شما میگید سوال هست. خب اصحاب بدر رسول الله چی فرمودن؟ یعنی؟ گفتن که خداوند گناهان اونها را خواهد بخشید به خاطر این عمل بزرگی که انجام دادن در جنگ یعنی بدر اول. اجازه ده. ولی نگفتن که اگه گناهی کردند گناهش میاد گردن من، یا اگه من کار خیری کردم میره برای اون. میگه که خداوند اونها رو مورد بخشش قرار میده، نه اینکه گناهی اصحاب بدر پخش میشه روی امت. اینطور نیست. میگه خداوند فرموده که اگه اینها دوچار، دقت کن، میگه اگر اینها دوچار اشکار شدن، دقت برادر عبدالله، معناش این نیست که اینها میان عمدن گناهی کنند. عمدن گناه نمی کنند. اما این روایت هایی که خوندیم، شما به عنوان یک شیعه میتونید زنا کنید، لواط کنید، دزدی کنید، اختلاس کنید. چرا؟ چون میگه که تو گناهی نخواهی داشت، تو پاکی، گناهت میره به طرف سنی. اما یا در روایت اهل بدر گفته که هر گناهی بخواید بکنید، هر منکری انجام بدید، اصلا زنا جزء کبائر هست، لواط جزء کبائر هست. آقا عبدالله، لواط خداوند قوم لوط رو هلاک کرد، اما در اینجا اصحاب امام میگن که ای امام، یاران امام همه همجنسگرا هستن، یاران امام همه زناکار هستن، یاران امام همه دزدن. میگه نه، اشکال نداره، اینا خیلی آدمای خوبی هستن، این به خاطر اینکه با سنی ها گلشون مخلوط شده. پس هر کاری هم کردی، میگه که در روز قیامت تمام گناه تو، تمام گناه اینها، این زناکار بدکار، میاد رو گردن سنی. ولی در روایت اهل سنت این نیست که. بفرمایید. آقا منصور. بله بفرمایید. آقا منصور بفرمایید. من اجازه نمیدم از صحبت. بفرمایید که وقت تمومه. اول اینکه خود پیامبر گفته که افعلوا ما شئتم، هر چی دلتو خواست انجام بدهید، چون شما خداوند شما رو بخشیده. پس این تناقض با آیه قرآن داره که هر کس که تو کل فمن یعمل مثقال ذره شرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب ان شاء الله چشم پاسخ خواهم داد. وقت برنامه تموم هست برادر احمد، با عرض معذرت. اما آقا عبدالله، وقتی که رسول الله فرمودن در مورد اهل بد که اعملوا ما شئتم، هر کاری بهات انجام بدید، هیچ وقت به معنا این نیست که کسی بیاد عمدن گناه کنه، زیرا خداوند هیچ از صفات مؤمن این آورده که ولم یسروا علی ما فعلوا. بله، انسان
یک گناهی میکنه، بشر هست، این از طبیعت انسان هست، مرتکب یک گناهی میشه، اما اصرار ورزیدن بر گناه از صفات مؤمن نیست. زمانی که اون لحظه دیگه از بین میره، به عقل سر جاش میاد، توبه میکنه، استغفار میکنه، بر میگردد، ثم یتوبون من قریب ولم یسروا علی ما فعلوا، همه اینها آیات میگه. پس معناش این نیست که برید هر گناهی بخواید کنید، زنا کنید، لواط کنید که خدا شما را میبخشه. نه، این گونه نیست. برادر عبدالله، آیات و احادیث رو باید انسان درست بفهمد. با آنها هم هیچ وقت نرفتن دنبال گناهان بد، با اینکه خداوند وعده بهشت داده به السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، اما اینا هیچ وقت گناه عمدن انجام نمیدادن، به خاطر اینکه خدا میدونه که اینها ایمانی دارن، که این ایمان اونا رو از کارهای بد الان و در آینده نجات میده. فعلم ما فی قلوبهم، اون چیزی در قلبشون هست خدا من دونست. خب تا فرمان معذرت میخوام و همچنین از شما بینندگان عزیز و محترم، چون وقت ما تموم هست، تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، همه ما در حفظ و پناه خدا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قال إني جاعلك للناس إماما ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون